این دیدار علاوه بر نایب رئیس پارلمان اروپا، شماری از نمایندگان پارلمان اروپا از گروه‌های مختلف پارلمانی، از جمله استراون استیونسون، رئیس مشترک کمیته پارلمانی دوستان ایران آزاد و نایب رئیس گروه حزب مردم اروپا از انگلستان، پاولو کازاکا، نماینده پارلمان اروپا از پرتغال و رئیس مشترک گروه پارلمانی دوستان ایران آزاد، یانوس اونیسکویچ، رئیس کمیسیون خارجی پارلمان اروپا از لهستان، موگنز کامره، نایب رئیس گروه اتحاد اروپا برای ملت‌ها UEN در پارلمان اروپا از دانمارک، تونه کلام، رئیس هیئت گروه حزب مردم اروپا از استونی شرکت داشتند. خانم رجوی در سخنان خود ضمن تشکر از دکتر آلکو ویدال کوادراس که مبتکر این دیدار بود، با اشاره به تصویب قطعنامه محکومیت جنایات ضد انسانی رژیم آخوندی در مجمع عمومی ملل متحد، خواست مبرم و برحق مردم ایران را برای تغییر و خلاصی از این رژیم ضد بشری یادآور شد و گفت: فکر می کنم همه توافق داشته باشیم که مسئله ایران امروز مهمترین بحران جهان است و فکر می کنم همه توافق داشته باشیم که سؤال اصلی راه حل است. حرف ما راه حل سوم است، یعنی نه مماشات، نه جنگ خارجی، بلکه تغییر دموکراتیک به دست مردم و مقاومت ایران. خانم رجوی همچنین به موقعیت سازمان مجاهدین خلق ایران و آرمان اسلام دموکراتیک در مقابله با بنیادگرایی و ارتجاع حاکم بر ایران اشاره کرد و گفت: مجاهدین نیروی محوری مقاومت با اتکا به یک اسلام دموکراتیک، آنتیتز سیاسی و فرهنگی ملایان هستند. به همین دلیل است که در جوان 2006 5,200,000 عراقی بیانیه‌ای در حمایت از مجاهدین امضا کردند. اخیراً 300,000 شیعه جنوب عراق نیز بیانیه مشابهی امضا کردند. خانم رجوی تاکید کرد که مقاومت ایران با توجه به پایگاه اجتماعی و ریشه‌های عمیق مردمی و انسجام و سازمان یافتگی خود از توانایی و صلاحیت و ظرفیت تغییر در ایران برخوردار است و آن را محقق خواهد نمود.